خیلی بچگانه است، از شاگردم بپرس. گفتن آقای شاگرد شیخ تو بگو. شروع کرد شیخ جواب دادن. شاه عباس گفت یا حضرت عباس، این که شاگردشه، وای به خودش، شاگردش این قمولاست دیگه، خودش قوغاست. آقا دومین سوالو شاگردم جواب بده. سومین جلسه تموم شد. فردا دوباره آمد. هفته اول به خیر گذشت، هفته دوم شاه عباس شک. گفت چه جوریه که این شیخ خودش یک سوال؟ گفت که من فردا میخوام نهار در خدمتتون باشم. گفت شاگرد من با. گفت شاگردتونم بیاد تو. اینجا هم مدرسه چهارباغ، توی چهارباغ خود اینجا باغ بسیار بزرگی بود، نهر آبی هم رد میشد، زمین خیلی خوبی هم. ایمان شاه عباس به دربونا سپرد که شیخ وقت اومد شیخ را بدید، اما شاگردشو تو من میخوام ببینم خودش چی کار است. هر کاری کرد شیخ بهایی اصلی. گفت آقا من باید در محضر استاد باشم. گفتن آقا ببخشید، استاد باید تنها باشه، شاگرد بشه. شیخ فهمید که کار خراب. شاه عباس با شیخ بهایی دو متر قد با هیبت با صلابت شروع کرد قدم زدن تو این باغ. یه تیکه زمین بزرگی بود. گفت جناب شیخ بهایی، به عقیده شما این تیکه زمین به چه دردی میخوره؟ ما چی کار کنیم؟ یه نگاه کرد گفت اگه کلوزه بکارن خوب. کلوزه یعنی؟ گفت کلوزه بکارن. گفت ببخشید این شاگردشو بگید بیاد. شاگرد که آمد گفت آقای شاگرد شیخ بهایی اینجا چیکارش کنیم؟ گفت اینجا اگر یک مدرسه علمیه درست کنید که طلبه ها درس بخونن، جوان ها بیان. گفت شیخ بازی در نیار، تو مدتی ما رو سر کار گذاشتی، چرا اینجوری کردی؟ گفت آقای شاه من چه کنم، من اگه روز اول با این قیافه اومده بودم ما رو تحویل، چون اکثر مردم متاسفانه عقلشون، قرآن کریم میگه این آقایونی که در بین این دو کوه زندگی میکردن پول خیلی داشتن، ولی نگاه های عمیق نبود. ذوالقرنین که آمد گفتن آقا به داد ما برس، یعجوج و ماجوج اذیت میکنه. گفتن که آهن پاره هاتونو بیارید. قرآن میگه دستور داد آهنا رو آوردن. حیفم میاد من این مطلب رو نگم. ببینید آقایون، اگر کسی مدیر باشه گوش کنید. اولا من یک کتاب تو معرفی کنم، یک کتاب آقای ماتسوشیتا نوشته، مدیر شرکت ناسیونال، بهترین مدیر زمان خودش. این آقای کتاب نوشته، ترجمهش نه برای لقمه نان است. در این کتاب بحث مدیریت رو مطرح کرده، خیلی زیباست. مدیری که این کتاب را نخواند به عقیده من حظی از مدیریتش نمیبره. باید مدیر اهل مطالعه باشه. مدیر میگه کیسیه؟ گوش کنید، که بیل رو مثال میزنه، بیل رو نگذاری رو زمین بیفته. مدیر کسی نیست که خودش بیل بزنه، مدیر کسیه که نگذره بیل بیکار باشه. یه مدیر کسی نیست که خودش جارو برداره جارو بکشه، خودش بیل بزنه. مدیر کسیه که کارا رو باید تقسیم بکنه، از همه اعضا استفاده کنه، کارو جمعی تمومش کنه. ذوالقرنین نیمد به مردم بگه شما برید استراحت کنید، من خودم مشکلتون حل میکنم. نه، به مردم فهمود میخواین مشکلتون حل بشه؟ گفتن آره. گفتن باید با من همکاری کنید. مدیر کسیه که همه رو میاره تو جمع،
همه رو میره تو میدون، همه رو ازشون استفاده میکنه. گفت آهنا رو بیارید، آوردن. آتش روشن کنید، کردن. آهنا رو داغ کنید، کردن. آهنا رو گذاشتن، سنگا رو دورش گذاشتن. گفت حالا برید مس رو داغ کنید، ذوب که شد بریزید رو این آهنها، محکم بشه. بارون که میاد سرد که میشه، گرم که میشه، آهنها از بین نره. یه سدی درست کرد بین این کوه، بلند محکم، که قابل سوراخ شدن نبود، قابل از این سد رد شدن هم نبود. یعجوج و معجوجی که هر روز به اینا حمله میکردن، هر دفعه میومدن میکشتند و مالا رو میبردن، وقتی آمدن حمله کنن دیدن یه سد بزرگی جلوشونه، دیگه نتونستن به این مردم ظلم کنن. ذوالقرنین مدیر بود، مردم ازشون استفاده کرد، از خود مردم، با زحمت خود مردم، از یک مردم بی فرهنگ بزرگترین کار رو درست کرد. عصفه اینه. عصفه نمیگه برید کنار خودم، عصفه میگه بیاین دست به دست هم دیگه بدیم. خلاصه بحث به شما جوان ها یه جمله: ما مسلمون ها بی کس و کار نیستیم، ما بی الگو و عصفه نیستیم. ما دو تا چیز خدا بهمون داده توسط پیغمبر، یکی قرآن، یکی اطرت. رهبرانی داریم مثل امیر المؤمنین، رهبرانی داریم مثل حضرت زهرا، مثل امام حسین، مثل اهل بیت. سیره اینها سیره ایست که میتونه زندگی های چک و چوله ما رو صاف کنه. همین روزه، همین روزهی که برای ابی عبدالله میخونم، اصلا چرا میگن روزه؟ روزه یعنی باغ، باغ پر گل رو میگن روزه. که بفرمایین روزه، یعنی بفرمایین از گلهای بچهای فاطمه استفاده. همین روزه درسه، همین روزه. درسته ما باش گریه میکنیم، ولی این روزه هر کدومش برای ما یک ماکت، یک الگو، یک خط کش. میگید نه امشب یه روزه میخوانه، دقت کنیم ببینید آیا این روزهایی که ما باش گریه میکنیم قابل استفاده هست یا قابل استفاده نیست. هر کسی می اومد خواستگاره حضرت زینب سلام الله علیها، امیر المومنین هر کسی رو به عنوان دامادی قبول نمی کرد. چشم علی دنبال مال دنیا نبود. علی که نگاهش کیمیاست، علی که به خاک اشاره کند طلا میشه، علی دنبال مال نبود. علی دنبال سه تا چیز بود. دامادش سه تا صفت عمده داشته باشه: یک اخلاق، دو آبرو، سه ایمان. اخلاق، آبرو، ایمان. آبرو کی داره؟ کسی که دنبال یللی تللی نره، کسی که بیار و بیکار نباشه. آدمی که شاغله، شغل داره، یه آبرو و وجهه. گفت بابا جناب عبدالله ابن جعفر پسرموم آمده است خواستگاری شما، اما دخترم حرف آخر رو باید عروس خانم بزنه، شما باید قبول. آقایونی که دختر میخوان شوهر بدین، مثل امیرالمؤمنین دختر شوهر بدین. نفرمود الا و لابد، باید همینه، همینه که هست. فرمود بابا جون به عقیده من خواستگار خوبی، اما تو باید انتخاب. خانوما میشنوید، زینب هم زرنگ، دختر امیرالمؤمنینه. گفت بابا شما عبدالله ابن جعفر رو دوستش دارید، قبولش دارید، تاییدش میکنی؟ گفت بله بابا تاییدش. کریمه، آبروداره، سخیه، از ساداته. گریه کرد زینب، فرمود بابا زینب دامادی که علی تاییدش میکنه رو ردش نمیکنه. اما بابا من یه خواهش دارم، یه شرط داره ازدواج. ببینید شما بارها با این روزه گریه کرد، اما چقدر حرف قشنگ توشه. همه روزها همینطور، همه روزها همینطور. حالا من یه دونه شمشه شما. گفت بابا
شرط ازدواج من با عبدالله اینه که هر وقت حسینم میخواد مسافرت بره منم با حسینم، من از حسینم جدام نکنه. دختر خانمها، خانمای محترمه، شما هم از زینب کبرا یاد بگیرید، به خواستگاری که براتون میاد بگید من به یک شرط با تو زندگی میکنم که من از حسینم جدا نکنی. میخوام زندگیم بوی حسین بده، میخوام زندگیم بوی پیغمبر بده، میخوام زندگیم بوی خدا بده، مثل زینب شوهر کنی. عبدالله ابن جعفر قبول.